اینجا فریتان پایتخت سیرالئون است. شهر شلوغ و پر رفت و آمدی که این روزها تبدیل به خانه ارواح شده. دولت سیرالئون تلاش میکند تا با نگاه داشتن مردم در خانه هایشان از انتشار هرچه بیشتر ویروس ایبولا پیشگیری کند. مقام های بهداشتی غرب آفریقا معتقدند اطلاعات ناکافی و باورهای خرافی درباره ایبولا موجب شده تا مردم بیماری خود و اطرافیانشان را پنهان کرده و شناسایی و کنترل آن را غیر ممکن کنند. رئیس جمهور سیرالئون از مردم خواسته در این سه روز با ده ها هزار نفر از کارکنان بهداشتی همکاری کنند. برای چیره شدن بر موقعیت خطرناک فعلی، همه ما باید سهم خود را ادا کنیم. زیرا اگر حتی یک نفر در این میان از همکاری سرباز زند، اپیدمی به پایان نمی رسد. همه باید بدانند که چگونه خود و دیگران را از ابتلا به بیماری محافظت کنند. اما بسیاری از مردم بر این باورند که به دلایل دیگری از جمله پاکسازی قومی و آسیب رساندن به آنها به در خانه هایشان می آیند و آنها را مورد آزمایش قرار می دهند. باور غلطی که مبارزه با ایبولا را ناکارآمد کرده و موجب گسترش اپیدمی در مقیاس خطرناک فعلی شده. در گینه نیز دولت آن کشور اعلام کرد امروز 6 نفر را به اتهام قتل 8 تن از کارکنان بهداشتی مبارزه با ایبولا دستگیر کرده است. روز جمعه جسد این 8 تن در جنوب گینه پیدا شده بود. آنها توسط مردم خشمگین و معترض ربوده و به قتل رسیده بودند. از سوی دیگر در یک واکنش کم سابقه دیروز شورای امنیت سازمان ملل همگیری ایبولا را عاملی در جهت تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرد و از کشورهای عضو خواست حساسیت موضوع را درک و از همه توان خود برای ارسال کمک به کشورهای درگیر استفاده کنند. هر روز که می گذرد، مردم بیشتری جان خود را از دست می دهند و نیاز به کمک بیشتر و بیشتر می شود و برای کنترل این بحران ما به کمک فوق‌العاده و فراقاری نیاز داریم. تلاش هایی که هر آن باید به سرعت آن افزوده شود. در پاسخ به این درخواست، روز جمعه اولین محموله کمک های دولت آمریکا برای مقابله با ایبولا از طریق هوایی وارد لیبریا شد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است که 3000 نیروی امدادی به منطقه اعزام خواهد کرد. شیده رضایی، صدای آمریکا.